بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. مؤثلین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. از الله کریم صحتمندی همگی را استدعا داریم. امید است که الله سبحانه و تعالی بر همه امت مسلمه لطف فرموده، اوضاع و احوال عادی را جایگزین حالات اضطراری کنونی قرار بدهد. در درس گذشته پیرامون برخی از احکام حیض ما خواندیم. مثلا حیض چه احکام داشت؟ از جمله احکام حیض این بود که شخص حائض، زن حائض، او نماز نخواند و روزه نگیرد و روزه گرفتن حرامه، ولی روزه را قضا بیاره و نماز را قضا نیاره، داخل مسجد نشه به هیچ طریقی، نه به طریق عبور و مرور، نه به طریق باقی موندن. و همچنان در ادامه برخی دیگر از احکام بیان کرده صاحب کتاب که اینها را به تفصیل میخوانیم. از جمله فرموده ولا تطوفوا بالبیت، و زنی که حائض و معذور است به خانه کعبه طواف نکن، لأن الطواف في المسجد، بخاطر که طواف در مسجد است و زنان معذور و حائضه از داخل شدن به مسجد ممنوعند. ولا یأتی زوجها، و نیاید او را شوهرش، هم بستری با شوهر همچنان ممنوع است، لقوله تعالی، بخاطر این قول خدای تبارک و تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن، شما نزدیک نشوید با زنان حائض حتی یطهرن، تا زمانی که پاک بشوند. آیه سوره بقره آیه 222. ولیس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن، برای زن حائض و برای شخص مرد یا زن جنوب و برای زن که فرزند به دنیا آورده و در حالت عذر و عادت بعد از ولادت قرار داره، برای از اینا خواندن قرآن جایز نیست. لقول تعالی لقول علیه الصلاة و السلام، بخاطر این گفته پیغمبر علیه الصلاة و السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، نخواند زنی که حائضه نیم شخصی که جنوبه چیزی را از قرآن. و هو حجتون، این حدیث حجته، علی مالک رحمه الله، علیه امام مالک رحمت الله علیه، فی الحائض، درباره حائض که امام مالک میگه برای حائض اشکال ندارد، ولی حدیث در مورد حائض صراحت داره که او از خواندن قرآن ممنوع است. و هو به اطلاقه، و این حدیث با مطلق بودن خود یتناول و شامل می شود ما دون الآیت، کمتر از آیه شامل میشه، مثل که آیه را شامل میشه. مطلق مطلق چیزی از قرآن را نخونه که او چیز شامل کمتر از آیه را میشه و آیه را میشه. فیکون حجتا علی الطحاوی، پس می باشد این حدیث حجت علیه امام طحاوی رحمت الله علیه از فقهای احناف، فی اباحتهی، در مباح شمردن کمتر از آیه. میگه آیه را نخواند ولی کمتر از آیه اشکال ندارد، ولی حدیث به اطلاق خود همه را شامل میشه و زن حائض را ممنوع از خواندن آیه و کمتر از آیه هر دو میسازد. وليس لهم مس المصحف الا بغلافه، نیست برای همین عده از افراد، حائض، جنوب، مرد جنوب، زن جنوب، زن معذور با عادت بعد از ولادت، اینها برایشان نیست مساس کردن و دست زدن به قرآن، الا به غلافه، مگر به پوشی جداگانش، غیر از این پوشی که با آن شیرازه شده است. ولا اخذ درهم فیه سوره من القران الا بسرته، و
و همچنین جایز نیست گرفتن درهمی را که در آن سوره یا کلماتی از قرآن نوشته شده نقش شده الا به سرتی، مگر با همو همیانی و پولدانی که جداگانه هست او را اگر برداره یا بگیره اشکالی نداره، اما مستقیما که دست او با آیه قرآنی که در درهم نقش شده و کنده شده در او دست زدن ناجایز است. و کذا المحدث لا یمس المصحف الا بغلافه، همچنین شخص بیوضو هم مساس نکند قرآن عظیم الشان را الا بغلافه، مگر به پوش جداگانه. لقوله صلی الله علیه و سلم، بخاطر این گفته پیغمبر علیه السلام لا یمس القرآن الا طاهر، مساس نکند قرآن را مگر شخص پاک. ثم الحدث والجنابة حل اليد فيستويان في حكم المس والجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراء. بعدا بوضوئی و جنابت به دست فرود آمدن، به خاطر که میبینیم شستن دست و کل بدن در وضوء در مسئله جنابت، در بیوضوعی و جنابت هر دو فرزن. پس لحاظا فیستویان برابر می باشن بیوضوع و جنوب فی حکم المس، در حکم مساس کردن، نی این مساس کرده می تونه نی هم او مساس کرده می تونه، اما در مسئله قرائت فرق داره. والجنابت حلت الفم دون الحدث، جنابت یا ناپاکی به دهن فرود آمده و سرایت کرده، نه بیوضوعی، به خاطر که در بیوضوعی شستن دهن سنت فرض نیست، ولی در جنابت شستن دهن فرض است. فیفترقان، پس جدا می شوند بیوضوعی و جنابت فی حکم القرائت، در حکم قرائت، قرائت برای جنوب، برای جنوب ممنوع است و برای بیوضو از برخواندن قرآن مجاز است و اشکال ندارد. و غلافه ما یکون متجافیا عنه، پوش قرآن کدام پوش را میگن؟ همان پوشی است که از آن دور و جدا باشد، دون ما هو متصل به، نه آن پوشی که با آن پیوست شده باشد، این که به او پیوسته چسبیده او اعتبار ندارد، به او گرفته نمیتونه. کل جلد المشرز، مانند چرم یا پوستی که شیرازه شده باشد با قرآن عظیم الشان، با او نمیتونه مساس کنه. و صحیح و صحیح هم همیست. و یکره مکروه است، مسوح و مساس کردن قرآن عظیم الشان بالکم، با آستین، با آستین هم نباید او را مساس کنه، به طریق ورق بگرداند مناسب نیست. هو صحیح و صحیح هم همی است که نباید با آستین هم آن را مساس بکنه. لأنه تابع له، زیرا آستین تابع است برای شخص، مثل که دستش را نمیتونه استعمال بکنه و به قرآن دست بزنه در حال بیوضوعی و جنابت، پس آستین را هم نمیتونه استعمال کنه، به خلاف کتب شریعت لأهلها، به خلاف از کتابهای شریعت مانند کتب تفسیر و کتب حدیث و کتب فقه و اصول فقه و عقاید و امثال آنها، لأهل یا برای اهل شریعت که علما باشه و طلبا باشه، حیث و یرخص و فی مسیحا بالکمی، به طوری که اجازه داده می شود در مساس کردن آنها به آستین، لأن فیه ضرورت، در آن ضرورت، هر دم ضرورت به مسئله پیش می آید و شخص ای که بر هر دم شرایط وضوع برایش آماده باشد، این یک نوع مشکل است. ولا بأس بدفع المصحف
الى الصبیان. نیست باکه با دادن قرآن عظیم و شان را به دست کودک ها، با وجودی که کودک ها نمیتونن که اونا اهتمام به وضوع این مسائل داشته باشند. لأن فی المنع تضییع حفظ القرآن، در این که ما پیشگیری کنیم و بگیم قرآن به دست کودک ها نمیدیم، ضایع ساختن حفظ قرآن، قرآن حفظ کرده نمیشه و چی قسمان را حفظ بکنند. و اگر اونا را دستور بدیم که بریم هر دم وضو بسازیم و خود پاک داشته باشیم، با پاکی قرآن را مساس بکنیم، در امر کردن به تطهیر و پاکی حرجا بهیم، یک مشقت است به کودک ها. باز هو صحیح، این است قول صحیح. و اذن قطع دم الحیض لأقل من عشرة ایام لم يحل وطؤها حتى تغتسل، زمانی که قطع شد خون حیض، عادت ماهوار زن، با کمتر از 10 روز، از 10 روز کمتر، سر 5 روز، 6 روز، 7 روز قطع شد، لم يحل حلال نمی باشد وطؤها، وطع کردن زن، حتی تغتسل، تا اینکه غسل بکند. دلیلش چیست؟ لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى، خون که است سیلان میکنه و میریزه گاهی و قطع میشود گاهی دیگر، همیشه مستدام و مستمر نمیریزد. فلا بد، پس ضروری است من الاغتسال، از غسل کردن، لیترجح جانب الانقطاع، تا اینکه ترجیح پیدا بکند جانب قطع شدن آن بر جانب ریختن. ولو لم تغتسل، و اگر زن غسل نکرد، و مضى عليها، و گذشت بر زن، ادنا وقت الصلاه، کمترین یک وقت یک نماز، بقدر ان تقدر على الاغتسال، به اندازه ای که قدرت داشت بر غسل کردن، و تحریمت، به اندازه تکبیر تحریمه، حل وطئها، در آن صورت است که وطئ کردن آن حلال است. چرا؟ لأن الصلاة صارت دینا فی ذمتها، نماز قرض گردیده و ذمه‌داری و مسئولیت گردیده در ذمه همین زن بگردن، و لازم شده که نماز را باید حتما قضا بیاره. فطورت حکما، از روی حکمی او پاک شده، پس وقتی پاک شده حقیقتا هم حکم به پاکی آن میشه، و لهذا با آن مجامعت هم مجاز است. ولو کان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث، اگر عادت قطع شده بود، خون قطع شده بود، دون عادتها، کمتر از عادت زن، 6 روز عادت آن بود، سر 4 روز یا 5 روز خون قطع شد، فوق الثلاث، ولی از 3 روز بیشتر بود، لم یقربها، شوهر با آن نزدیکی نکند، حتی تمضی عادتها، تا اینکه بگذرد در عادت زن، به خاطر که بازگشت خون در عادت یک امر غالبی است. و این اغتسلت، اگر چه که غسل هم زن کرده باشد، لأن العود فی العادت غالب، بازگشتن در عادت یک امر کثیر است، امر بسیار است، فکان الاحتیاط فی الاجتناب، پس احتیاط نرمینه که از او خودداری بشه و پرهیز بشه. و این انقطع الدم لعشرة ایام حل وطئها قبل الغسل، اگر خون زن قطع شد به سر 10 روز، 10 روز مکمل، اکثر مدت سپری کرد، حل وطئها قبل الغسل، در آن صورت که وطئ کردن زن پیش از غسل کردن حلال می باشد. لأن الحيض لا مزيد له على العشرة، حيض زيادتي نیست او را بر 10 روز، اکثر مدت حيض 10 روز، إلا أنه لا يستحب، مگر اینکه شانیست پسندیده نمی باشد امین وطیه کردن قبل
اغتسال پیش از غسل کردن. مستحب این است که غسل بکنه بعد با آن مجامعت بکنه. للنهی فی القراءت بالتشدید، بخاطر منعی که در قراءت به تشدید آمده، ولا تقربوهن حتی یطهرنه، و شما با آنها نزدیکی نکنید تا وقتی که خوب پاک بشوند. مراد از خوب پاک شدن همان غسل کردن است. و ای کاملا توجه دینر نشان میده به مسائل بهداشت و مسائل نظافت، که در اسلام این مسائل خیلی مهم است و رول داره، و اسلام دینی است که ظاهر و باطن انسان را پاک میگرداند. الطهور شطر الایمان والحمد لله تملا المیزان. پاکی یک حصه از ایمان است، یا به قول بعضی از شارحین حدیث نصف ایمان است، چون ایمان باطن را پاک میگرداند و طهارت ظاهر را پاک میگرداند. و حمدلله، حمد خدا را گفتن میزان اعمال و حسنات انسان را پر میگرداند. میبینیم که دینی که در او این همه خوبی هاست که باید جنابت برطرف بشه، باید بیوزویی برطرف بشه، انسان پاک باشه، سر و صورتی شسته باشد، لباسش پاک باشه، جایی که استاده میشه پاک باشه، با این حالت پاکی این انسان صحتمند میمونه، در عافیت میمونه، و این انسان است که واقعا صلاحیت تقرب، صلاحیت نزدیکی، صلاحیت حاضری به دربار بادشاه حقیقی که از هر لحاظ پاک است و هیچ نوع تصور غیر از پاکی در او نمیشه، او انسان شایستگی حضور و بارگاه آن ذات اقدس را پیدا میکنه، و اونجاست که دین برای ما سر این موضوعات تأکید میکنه که شما باید پاکی ها را در نظر بگیریم. اون وقتی که پاک نیستیم به اشیای پاک دست نزنیم، و محل پاک داخل نشیم، کلام پاک را دست نزنیم، و مسجدی که محل پاکان هست با اونجا وارد نشیم، و بعد از اینکه پاک شدیم حتی این کلام پاک را حق نداریم به زبان بیاریم و ای را بخوانیم، تا بعد از اینکه ما پاک شدیم و این ضرورات و عذرها برطرف شد، باز به اساس غسل کردن و حاصل کردن پاکی، او وقت که باز شما میتونیم پس لیاقت امو اعمال و طاعات و عبادات و تلاوت و مس قرآن عظیم و شان و خواندن قرآن عظیم و شان و داخل شدن به مسجد و نماز و نیاز و راز و این چیزها را انسان آن زمان است که میتونه کاملا اهلیت پیدا کنه، لیاقت پیدا بکنه و اینها را انجام بده. پس باید شکرگزار نعمت دین باشیم که در دین همه خوبی هاست، و الله کریم و ما لطف فرموده که ما را بهرمند از نعمت دین، از نعمت اسلام و از نعمت قرآن و از نعمت همان کتب بسیار غنی پیشینیان ما و معاصرین ما گردانیده، که همه خوبی ها در دین ما موجود است، ذخایر علمی، ذخایر معنوی، ذخایر فرهنگی، اینها همه برای ما از جمله نهایت اشیای پرارزش و گرانبها و گرانقدر می باشند.